بسم الله الرحمن الرحیم. در فیلم شماره 78 از درس هیدرودینامیک پیشرفته به عنوان ضمیمه این درس میخوام مروری بر معادلات مانور زیردریایی داشته باشیم. ما جلسه قبل یک سری توضیحاتی رو در ارتباط با معادلات حرکت و مانور کشتی خدمت شما دادیم، خیلی به صورت خیلی موجز و مختصر یک اشاره هایی کردیم. قبل از این هم در فیلم شماره 32 از همین درس یک بحثی رو داشتیم با عنوان رابطه کلی نیروها و مومنهای وارد برای یک جسم متحرک، که اگر که این مبحث جلسه قبل و این فیلم شماره 32 رو اگه در ذهنتون باشه دیگه مقدمات لازم رو دارید. یک مختصر توضیحاتی میخوام در ارتباط معادلات حرکت زیردریایی خدمت شما بگم. خب نکنید یک سندی هست با عنوان Revised Standard Submarine Equation of Motion که این سند به عنوان به صورت یک PDF روی اینترنت هم موجود هست که شما میتونید همین عنوانی که اینجا زدم رو سرچ بکنید و این فایل PDF رو به اصطلاح دانلودش بکنید. ناکنید در اینجا اومده چیکار کرده؟ یک حالا من سریع بیام پایین‌تر چون میخوام اصل معادلات اینا رو باید در حد 10 دقیقه یه توضیحاتی بدم. یه سری پارامترهایی رو هستش که اینجا معرفی کرده، تک تک به صدا معرفی پارامترها رو جز به جز انجام داده و رابطهش رو هم در اینجا میبینید که گفته. از اینها که بگذریم بیایم پایین تر نکنیم، در اینجا عرض به خدمت شما که شکل کلی زیر دریا رو نشون داده، زوایا رو در اینجا نشون داده. من یه توضیحی که اینجا بخوام بدم به این صورت هست که اگر که من این رو یه لحظه افقیش بکنم، ناخود معادلات حرکت رو که وقتی اینجا بررسی میشه، ما در زیر دریایی ها چند تا جزء اصلی داریم. یکی بدنه کلی هست، یکی اصل بدنه اصلی هستش، یکی برجکی هستش که شما در اینجا دارید میبینید و یه جفت فالک در قسمت سینه داریم که حالا یا روی برجک یا در قسمت سینه قرار میگیره. یک جفت فالک هم در واقع دو جفت فالک هم در قسمت پاشنه که یک جفت از اینها سکان هستش و یک جفت از اینها نما از بالا رو میبینید که به عنوان بالک های عقب یا هیدروپلن های عقب انجام وظیفه میکنه. در اینجا معادلات رو که الان من خدمت شما توضیح میدم میبینید که در ارتباط با نیروها و مانهای تحریکی که از سطح کنترلی ناشی میشه، سه جفت معادله رو به اصطلاح میتونیم بنویسیم. یکی در واقع برای بالکهای جلو، یکی برای بالکهای افقی عقب، یکی برای سکانهایی که شما در اینجا دارید میبینید. یک جزء دیگه از نیروهایی رو که وارد بر بدنه در نظر میگیرن همین برجک هستش که اثرات منحصر به فردی داره که در واقع در کشتی ها موجود نیستش. مثلا فرض بکنید که شما وقتی کشتی زیردریایی داره حرکت میکنه، خود این برجک میاد یه مومانی تعمیر میکنه که این مومان یک در واقع مومان پیچ دهنده ای رو بر زیردریایی تعمیر میکنه. یا اگر که از نما از بالا رو اگه ببینیم، این مثلا فویل برجک یک نیروی لیفت ایجاد میکنه که نیروی لیفتی که خود این در واقع فویل برجک ایجاد میکنه به سمت چپ یا به سمت راست خواهد بود، یعنی در واقع نیروی اسوی ایجاد میکنه و همچنین با توجه به فاصله ای که از محور بدنه داره، همچنین مومان حرکت رول رو میتونه چیکار کنه، باعث بشه. فراموش نکنید که PQ و R سرعت های زاویه حول محور X, Y و Z هستن و عرض به خدمت شما که U, V, W هم که سرعت های خطی در راستای X, Y, Z هستن. خود نیروها در راستای طولی رو با X بزرگ و Y و Z نشون میدن و مومان ها رو با در واقع عرض به خدمت شما که K و M و N نشون میدن که حالا قبلا یه صحبتی برای شما کردیم. تا در مورد کشتی ها ما فقط سه تا درجه آزادی رو در نظر می گرفتیم، ولی در زیر دریایی ها با توجه به اینکه در زیر آب مثل یک هواپیمایی که در آسمون میتونه مانور بکنه، مانور متعددی رو در زیر آب میتونه انجام بده، بنابراین در معادلات مانور زیر دریایی یک حالت خیلی کلی تری هست نسبت به کشتی و جامع تره و 6 تا معادله ما برای در واقع عرض به خدمت شما که زیر دریایی ها میایم و در نظر می گیریم. عرض به خدمت شما که ما حالا در ابتدا معادلات در راستای طولی رو میام یه بررسی انجام میدیم که این به چه صورت هستش و عرض به خدمت شما که یه بررسی در این زمینه سعی میکنیم که برای شما انجام بدیم. من اینو بیارم شما از میده بسط. ناکنید ما در حالت کلی، ناکنید اینجا یک سمت الان چپ معادله که داریم
ام ضرب در آ هستش، یعنی در واقع ام ضرب در آ برابر با اف قرار داده شده. حالا اینجا سمت چپ و راست رو معادله در اینجا حالا متفاوت نشون داده شده، ام ضرب در آ. الان اینجا تمام اجزایی رو که اینجا داریم شما بررسی بکنید، اینا همه از جنس چی هستن؟ از جنس شتاب هستن. من یه مرحله دیگه اینو بزرگترش بکنم، بکنید اینجا این ام هست ضرب در یو دات، این از جنس چی به دست میاد؟ از جنس شتابه. یا وی ضرب در آر، وی چی هست؟ سرعت عرضی هست. آر چی هست؟ در واقع سرعت زاویه حرکت در واقع یا هست، پی کیو، و آر سرعت های زاویه حول ستون محور بودن. دیمانسیون اینا به چه صورت به دست میاد؟ وی سرعت در واقع خطی هست، متر بر ثانیه هست. آر سرعت زاویه هست، رادیان بر ثانیه یا یک بر ثانیه دیمانسیونش هست. متر بر ثانیه ضرب در یک بر ثانیه میشه متر بر مجهول ثانیه، اینم از دیمانسیون شتاب به دست میاد. و همچنین تا آخر شما هر یک از اینا رو که در نظر بگیرید، همگی اینها دیمانسیون در واقع متر بر مجهول ثانیه میدن. یا شما در اینجا دقت بکنید، اینجا x متر هستش، اینجا q2 به علاوه r به توان 2، اینجا دیمانسیونش یک بخش بر ثانیه به توان 2 خواهد بود که ضرب در متر میشه همین متر بر مجهول ثانیه، دیمانسیون شتاب به دست میاد. همچنین برای عوامل بعدی که شما الان در اینجا دارید میبینید. خب این شد سمت، حالا در اینجا چون اینجا نشون داده شده، سمت چپ معادله. سمت راست معادله برابر با f هست، f برابر با m ضرب در a. این m ضرب در a که a در واقع شتاب در اینجا در حالت کلی به این صورت تعریف میشه که من در اون جلسات ابتدایی همین درس هیدرودینامیک پیشرفته، هم در جلسه شماره 32 که خدمت شما گفتم، اونجا توضیح کامل رو دادم که چگونه اینها ساده میشه میرسه به اون معادلات به اصطلاح معمولی و ساده ای که ما مثلا میبینیم. در همینجا شما فرض کنید که اگر حرکت مثلا طولی رو ما به طور کامل مستقل در نظر بگیریم، تمام این عوامل صفر میشه، این ام ضرب در آ شتاب میمونه، این یو دات یو سرعت در راست طولی، یو دات میشه چی؟ شتاب. برابر است با اف. اف چی هست؟ نیروها و ممانهای در واقع خارجی هستش که به یک مثلا جسم داره وارد میشه. حالا در اینجا موضوع ما بحث زیردریایی هست. اجزایی که در اینجا داریم به چه صورت هست؟ یک مرور روی اینا سعی می‌کنیم داشته باشیم. خب ناگهان در قسمت اول این دوتا عبارت اولی که اینجا شما دارید می‌بینید، اینا عوامل مربوط به در واقع جرم افزوده هستن که ما عواملش رو در اینجا به این صورت داریم. به چه صورت هست؟ نکنید اینجا یه عبارت رو دوم ضرب در ال به توان 4 هست. حالا ال به توان 4 رو که اینجا آورده، در واقع دیمانسیون حجم رو می‌خواد اینجا تشکیل بده. ال به توان 3 ضرب در ال میشه ال به توان 4. ال به توان 3 ضرب در رو، این از دیمانسیون جرم رو به ما میده. پس رو ضرب در ال به توان 3 این میشه دیمانسیون جرم، یه ال اینجا میمونه. در داخل اینها ما چی داریم؟ نکنید ما در داخل اینها الان کیو داریم. کیو چی بود؟ سرعت زاویه. یا اینجا آر همینطور. این مثلا مربوط به در واقع پی کیو و آر، این برای حرکت پیچ بود حول محور عرضی، یا آر برای حرکت یا هستش، یا همین آر ضرب در پی رو اینجا داریم. حالا اینها دیمانسیونش به چه صورت هست؟ رادیان بر ثانیه به توان در واقع 2 خواهد بود، یا دیمانسیونش 1 بر ثانیه به توان 2 هست. یه متر هم که اینجا به وجود اومد، متر بخش بر ثانیه به توان 2، متر بر مجهول ثانیه هستش، که در واقع اینجا شما می‌بینید که این دیمانسیون جرم ضرب داره در واقع اینجا متر بر مجهول ثانیه شده. و شما اینجا اون چیزی که کم دارید چی؟ از یک در واقع عدد مسی هستش که اینجا الان باید لحاظ بشه، که این عبارت عدد مس رو چون به صورت پریم نشون داده شده، به صورت بی بود ما محاسبه میکنیم و اینجا میاریم. در واقع این عبارت ال به توان 4 به خاطر این اینجا ظاهر شده که ما این ضرب رو به صورت بی بود بیان کردیم. اگر این به صورت در واقع بی بود مثلا نباشه، این همون عدد مس ما خواهد بود. یعنی ما اینجا ال به توان 4 رو دیگه نداریم، رو ضرب در عرض به خدمت شما که در واقع عدد مس ما خواهد شد، و اینجا هم عبارت در واقع شتاب به دست میاد. حالا این باید برگردید در داخل متن خود عبارت در واقع x مثلا qq یا x rr کریم رو اینها رو نگاه بکنید ببینید به چه صورت هست، که حالا جلسه قبل هم توضیحی دادم. یا مثلا در قسمت پایین اینم باز دوباره از جنس عدد مس هست، مثلا اینم عدد مس، اینم عدد مس، اینم عدد مس. حالا اینا برای شرایطی که شما سرعت زاویه رو به توان دو دارید. وقتی که شما اینجا در واقع حاصل ضرب رو به گونه دیگه ای دارید، در واقع تعریف پشت پرانتز متفاوت خواهد شد. اگر که ما در اینجا این عبارت یک دوم رو ضرب در ال به توان 3 با توجه از کجا به وجود اومده، با توجه به تعریفی که حالا در داخل متن از بی بعد کردن در واقع این ضریب اینرسی اومده بیان کرد.
حالا به چه صورت میشه؟ ناخن شما الان در اینجا، این که خب بی بود هست، اینجا در واقع شما باید الان دیمانسیون رو دوباره چی رو داشته باشید؟ دیمانسیون جرم رو داشته باشید، چون این بی بود هست اینجا. اینجا الان شما رو رو دارید، ضرب در ال به توان 3 دیمانسیون حجم رو به شما میده، این در واقع مجموعا به صورت رو ضرب در وی میشه دیمانسیون جرم. بعد اینجا هم که این بدون بود هست در اینجا قرار میگیره و اینجا هم دیمانسیون شتاب رو واسه به شما میده، یو دات میشه متر بر متر ثانیه. یا در این یکی این واسه دوباره در واقع ضریب جرم افزوده رو خواهد داد به شما. و اینجا بی ضرب در آر سرعت خطی در راستای عرضی، آر در واقع سرعت زاویه حول محور زد خواهد شد، متر بر ثانیه ضرب در یک بر ثانیه میشه متر بر مجذور ثانیه. باز دوباره شما میبینید که دیمانسیون جرم ضرب در دیمانسیون چی میشه؟ دیمانسیون در واقع شتاب میشه. امیدوارم اینو متوجه شده باشید که چرا اینو به صورت بی بود در نظر گرفته. جلسه قبل هم صحبت کردم که ما در واقع فرقی نمیکنه، میتونه شما اینو به صورت با بود بنویسه، میتونه بی بود بنویسه. اون چیزی که مهم هست این هستش که ما یه دیمانسیون در واقع جرم ضرب در شتاب رو داشته باشیم که دیمانسیون نیرو رو به ما بده. همینطور برای یه عبارت آخر. پس بنابراین ما اینجا ام ضرب در آر رو داشتیم در بالا. جمله دو تا جمله اول اینا از جنس چی هست؟ از جنس جرم افزوده خواهد. یه مقداری میایم پایین‌تر، در اینجا شما می‌بینید که عواملی داریم به عنوان v به توان 2 یا مثلا w به توان 2. اینها چی هستن؟ اینها در واقع همون عوامل نیرویی ما هستن که در واقع رزیستنس یا نیروی مقاومت رو در راستای در واقع وای و زد داره به ما میده. این از اون عواملی هستش که عوامل نیرویی هست. یعنی شما نکنید در جاهایی رو که در واقع متناسب بود با شتاب، ضرایبش ضرایب چی بود؟ ضرایب اینرسی بود. در جاهایی رو که سرعت به توان 1 داریم یا سرعت به توان 2 یا توانهای بالاتر، با توجه به اینکه ما میرایی رو داریم خطی در نظر میگیریم یا غیر خطی، ما اینجا این عوامل رو داریم. یعنی شما اینجا دارید عوامل گفتم که ضرایب هیدرودینامیک در معادلات خودشون رو نشون میدن، الان در معادلات مانوف به این صورته. در این قسمت شما دارید ضرایب در واقع جرم افزوده رو میبینید، در اینجا دارید ضرایب میرایی رو میبینید. یعنی چی؟ یعنی شما الان ناگهان 1/2 رو ال به توان 2 ضرب داره این ضریبی که اینجا هست که همون ضریب میرایی هست ضرب داره بی به توان 2. این هم معادله در واقع چی هست؟ نیروی درگ است. از کجا ناتون ما فرمول درگ رو چی داشتیم؟ 1/2 سی دی رو آ به توان بی 2. خب الان 1/2 که اینجا هست، رو که اینجا داریم، آ در واقع مساحت رو دیمانسیونش اینجا تشکیل داده، ال به توان 2. حالا این ال به توان 2 رو باز دوباره تعریف شما ایکس بی 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 رو در واقع که ببینید متوجه میشید که حالا اینا به چرا مثلا دیمانسیون مساحت رو به صورت ال به توان 2 نشون داده. حالا در کل این دیمانسیون اینجا موجود هست، 1/2 رو آ میشه ال به توان 2 ضرب در بی به توان 2، اینجا سرعت به توان 2 یا در اینجا در واقع دبلیو به توان 2 فرق نمیکنه، سرعت خطی هستن، ضرب در یه سی دی، ضرب در یه ضریب درگ. اون ضریب درگ رو در اینجا به صورت ایکس بی وی اومده چیکار کرده نشون داده. فقط دقت بکنید که اینجا در راستای عرضی و اینجا در راستای در واقع عمودی داره نشون میده. حالا در راستای طولی کجا نشون میده؟ در راستای طولی رو اینجا نشون میده که حالا من به ترتیب بیام پایین به شما نشون میدم که ما در واقع درگ، نیروی درگ در سه تا راستا داریم. در راستای طولی اینو به این صورت می‌نویسه که در واقع اینجا نیروی تراس رو منهای نیروی درگ میکنه، در راستای عرضی و در راستای عمودی رو در اینجا می‌نویسه. حالا بهش میرسیم. جمله بعدی ما چی خواهد بود؟ در واقع نیروهای مربوط به سطوح کنترلی یا نیروهای تحریک یا نیروهایی که در واقع مانورینگ رو برای ما انجام میدن در اینجا ظاهر میشن که من آخر جلسه قبل یه اشاره کردم. مثلا در اینجا باز دوباره شما نیروهای سطوح کنترلی رو در اینجا باید ببینید. اینجا همون نیروهای لیفت در واقع سه جفت بالکی هستن که ما داریم. این آر مخفف آر مربوط به در واقع رادر هست، مربوط به سکان هست و این دوتا هم که اینجا میبینید مربوط به استرن، مربوط به سطوح کنترلی پاشنه و این بی مربوط به بو سینه زیردریایی هستش. حالا به چه صورت این رو بیان کرده؟ گفته که نکن اینجا باز دوباره یه ضریب هیدرودینامیک داده که در واقع چون متناسب با یو به توان 2 هست از جنس در واقع ضرایب در واقع میرایی میتونید شما حساب بکنید، ولی اینجا ماهیتاً داره نیروی لیفت رو به شما میده. اینجا داستانش به چه صورته؟ ناگهان شما اینجا اگر که اینجا ما ایکس دلتا آر دلتا آر رو ضرب در دلتا آر به توان 2 بکنیم، اگر که این به صورت با بود باشه که حالا اینجا به صورت بی بود اومده نوشته، این دقیقاً همون ضریب هیدرودینامیکی هستش که به ما نیرو در راستای طولی رو خواهد داد. یعنی ناگهان اینجا میاد اثرات دلتا آر رو، یعنی مقدار تغییر به اصطلاح زاویه سطوح کنترلی رو میاد در راستای ایکس میاد به ما میگه که چه اثراتی داره و چقدر نیرو به ما تحمیل میکنه.
حالا فرض بکنیم که میخوایم این رو به صورت چی بفهمیم؟ به صورت فرمول عمومی نیروی در واقع لیفت. اونجا باید به چه صورت بود؟ یک دوم سی ال، ما در اینجا در مقاومت سی دی داشتیم، در درگ در لیفت سی ال داریم، یک دوم سی ال رو آبی دو، درسته؟ الان اینجا به چه صورت تشکیل میشه؟ میگیم خب یک دوم که اینجا داریم رو آ اینجا ال بتواند دو، اینجا هم که بی بتواند دو، ضرب در سی ال ما چی خواهد بود؟ سی ال ما در واقع همین ضریبی هستش که ما در اینجا به این صورت به صورت بی بود اومدیم چیکار کردیم بیان کردیم، که گفتم که شما اینجا مشتقات هیدرودینامیک رو، حالا چه میخواد مثلا جرم افزوده اینرسی باشه چه میخواد نیرویی باشه، شما ایکس دلتا آر دلتا آر دارید، باید ضرب در همین دلتا آر بتواند دو بکنید، هر چی که باشه. یا مثلا اینجا ایکس دبلیو دبلیو دارید، باز دوباره باید ضرب در دبلیو بتواند دو باشه. یعنی چی بود مفهومش؟ روند ایکس به روند دبلیو به توان دو، ضرب در دبلیو به توان دو باید بشه تا در واقع اون دیمانسیونی مد نظر به دست بیاد. پس بنابراین این هم نیروهای تحریکی هستش که در واقع توسط سطوح کنترلی ایجاد میشه در راستای اون حرکتی که مد نظر ما هست، که ما داریم فعلا داریم معادلات در راستای حرکت طولی رو داریم بیان میکنیم. پس این شد نیروهای تحریک مربوط به سکان. همین رو ناکنید در واقع x دلتا s دلتا s ضرب در دلتا s به توان دو، بعدش هم که ضرب در سرعت به توان دو میشه. یعنی همین داستان رو باز ما در اینجا داریم برای سطوح کنترل سینه هم به همین شکل. میرسیم به جمله بعدی. جمله بعدی منهای دبلیو منهای b ضرب در سینوس تتا، این در واقع تفاضل بین وزن و بویانسی زیر دریایی هست که ضرب در سینوس تتا میکنه تا ببینه که مؤلفه این اختلاف وزن و بویانسی در راستای طولی به چه صورته. میدونید که حالا در زیر آب در حالت کلی وزن و بویانسی با هم دیگه برابرن و این برابر با صفر میشه، ولی مثلا بعضی از مواقع هستش که زیر دریا مثلا میخواد صعود انجام بده، مخازن بالاستش رو خالی میکنه، با در واقع نیروی بویانسی بیشتری به سمت بالا حرکت میکنه. در واقع در اون شرایط فرض بکنید که اینجا بویانسی بیشتر شده، وزن کمتر شده، یا در شرایطی میخواد در واقع به سمت عمق آب حرکت بکنه با سرعت بیشتری، در اونجا میاد چیکار کنه؟ وزن رو افزایش میده، تو مخازن آبگیری میکنه، وزن از بویانسی مقدار بیشتر میشه و در واقع با نیروی رو به پایین سریع تسلط میکنه حرکت بکنه. پس بنابراین این قسمت هم نیروهای هیدرواستاتیکی هستن که در واقع یک مؤلفه نیرو به سمت اون جهتی که داریم بررسی میکنیم که اینجا جهت x هست داره بررسی میکنه. میمونه قسمت آخر. این قسمت آخر همین FXP هستش که ما در اینجا به این صورت بیان میکنیم، تفاضل بین نیروی تراست منهای نیروی چی؟ نیروی درک خواهد، که در حالت استیبل وقتی ما به سرعت ثابت در راستای طولی رسیدیم این دوتا مثلا با هم دیگه برابر میشن، ولی در حالت واقعی میدونیم که حالا در شرایط شناور در ابتدا حرکت شتابدار داره، خب تراست از مقاومت بیشتر هست، یا وقتی در دریا داره حرکت میکنه دائم مقدار تراست داره که با هم دیگه چیکار میکنن؟ تغییر میکنن. پس بنابراین این رو هم در معادلات میاد در این نتایج چیکار میکنه؟ وارد میکنه. تراست از کجا به دست میاد؟ چون پروانه رو طراحی کردی، دور پروانه، خصوصیت پروانه همه چی مشخصه، این به عنوان ورودی در اینجا جاگذاری میشه. یعنی شما قبلا بستر پروانه رو انجام دادید، اونجا مقدار تراست به دست اومده، در اینجا جاگذاری میکنید. مقدار درک رو هم قبلا حالا یا به روش های مثلا تست به دست آوردید، یا به روش های تجربی به دست آوردید، یا در روش نیمه تجربی، حالا به هر روشی که هست، اینجا مقدار درک رو هم چیکار میکنید؟ دارید و در اینجا جاگذاری میکنید. حالا اگر اینکه اینجا فرمولش رو نداشتید، یه فرمول دیگه رو در این پایین داده، گفته که به صدا از این میتونید چیکار کنید؟ استفاده بکنید. پس بنابراین یه بار دیگه من مرور بکنم، نکنید ما الان در راستای x داریم بررسی میکنیم، فرمول ما چی هست؟ m ضرب در a برابر است با f. این سمت در واقع چپ معادله ما هست، که حالا چپ و راست معمولا تو منابع مختلف ممکن متفاوت بنویسه. جلسه قبل مثلا نیروی در سمت چپ ما نیروهای تحریک بودن یا نیروهای خارجی بودن، حالا اینجا برعکس نمیشه، فرقی نمیکنه. الان اینجا m ضرب در جملات شتاب بود که اینجا دیدیم برابر است با نیروی F، نیروهای خارجی. نیروهای خارجی چی بود؟ در واقع نیروهای، حالا چه اسمی براش بذاریم که مناسب باشه، بگیم نیروهای مثلا تحریک کننده حرکت، نیروهای تحریک. در اینجا ما یک، حالا نیروی تحریک هم حالا با در این زمینه الان من یه خورده تحریک کردم، در این جملات، این جملات در واقع مربوط به ضریب جرم افزوده و ضریب نیرویی خصوصی داخلی خود سیستم هستن، ولی در مجموع نیروهایی هستن که دارن به زیردریایی وارد میشن، اینطوری بگیم. پس M ضرب در A برابر است با F. یک قسمت از این که در اینجا هست، اینها مربوط به جملات اینرسی ما یا جرم افزوده هستن. در قسمت های بعد که گفتیم متناسب با سرعت یا سرعت به توان دو هستن، جملات نیرویی ما هستن. در اینجا الان نکنید بی به توان دو و دبلیو به توان دو جملات مربوط به گفتم در واقع رزیستنس یا درک در راستای وای و زد هستن.
در اینجا جملات مربوط به تحریک سطوح کنترلی هستن که سطوح کنترلی سکان بالک پاشنه و بالک سینه هستن. اینجا نیروهای هیدرواستاتیک هستن و اینجا هم دیگه تفاضل نیروی در واقع تراس و درک در راستای طولی هستن. فرمولای بقیه‌اش هم که داده شده که دقیقاً می‌دونن که به چه صورت هستش. این از راستای حرکت در واقع x هستش. حالا در رابطه با معادله در راستای حرکت عرضی حول محور در راستای محور y هستش. باز در اینجا ناکنید همون داستان داره تکرار میشه. m ضرب در a اینجا شتاب در راستای عرضی مد نظر هست. این یکی شتاب در راستای طولی مد نظر بود. حالا الان در اینجا شتاب در راستای عرضی m ضرب در a عرضی برابر است با f نیروهای خارجی که ما داریم. که حالا یه خود تردید من به خاطر این هستش که حالا دنبال یه جمله مناسب در هستم به خاطر این هستش که ما نیروهای تحریک و نیروی بیرونی که میگیم در واقع گفتیم که در واقع مباحث مربوط به عدد مثلا نیروی در واقع نیروی خارجی به اون صورت محسوب نمیشن، جزء خصوصی داخلی خود سیستم هست. بالاخره نیروهایی هستن که در این مجموعه وجود دارن. اینطوری بگیم اینجا الان این دو تا جمله اول باز دوباره مربوط به چی خواهد شد؟ مربوط به عرض به خدمت شریف شما که مربوط هست به جملات مربوط به اینرسی یا در واقع جرم افزوده هستش که شما در اینجا دارید به این صورت می‌بینید. قسمت بعدی اینجا مربوط هست. الان شما جملاتی که اینجا دارید می‌بینید، جملات حاصل ضرب رو شما در از هم این جمله دارید می‌بینید که سرعت به توان دو رو ما در اینجا داریم. هر جا که شما عامل در واقع دیمانسیون سرعت به توان دو رو دیدید، بدونید که این از جنس در واقع یا درک هستش یا از جنس در واقع لیفت هستش. و الان شما در اینجا دارید مفهوم درگ رو یا در واقع مفهوم نیرایی رو دارید میبینید که داره در جهت‌های مختلف به اصطلاح داره اثراتش رو روی حرکت عرضی داره چیکار می‌کنه، بیان می‌کنه و توصیف می‌کنه. اینجا گفتم که هر چه دیمانسیون شتاب دیدید پشتش وجود داره. الان اینجا یو ضرب در آر، یو هرچی متر بر ثانیه، این آر در واقع سرعت زاویه هست، رادیان بر ثانیه یا یک بر ثانیه است دیمانسیونش، یک بر ثانیه ضرب در متر بر ثانیه میشه متر بر مجهول ثانیه. پس بنابراین اینجا اون چیزی که در پشت این جمله قرار گرفته یا جنس اینرسی یا همون از جنس در واقع ضریب جرم افزوده خواهد بود که در واقع خود حالا جرم افزوده یا مومان افزوده اینا با توجه به نوع حرکتی که مد نظر هست. الان مثلا حرکت خطی هست، اینجا باید جرم افزوده داشته باشه. این حرکت دورانی بود چون مثلا مومان اینرسی افزوده داشته. حالا در کل اینها رو دیگه آشنا هستید. در جمله بعد پس شد مباحث مربوط به مقاومت در جهت‌های مختلف. در اینجا شما جملات مربوط به نیروی تحریک در واقع سکان آر رادر رو در اینجا دارید می‌بینید که یه موقعی که شما یک سکان دارید به اندازه دلتا آر تغییر به سر زاویه که میده، یک نیروی لیفت ایجاد می‌کنه. این نیروی لیفت در راستای عرضی خواهد بود. یعنی شما اگه از بالا به شناور نگاه بکنید، سکان شناور که داره به سمت تغییر زاویه میده، نیروی لیفتش در راستای به سمت چپ یا راست خواهد بود. در واقع نیرو در راستای حرکت وای یا حرکت عرضی داره ایجاد میکنه. اما قسمت بعدی که ما در اینجا بهش اشاره میکنیم چی هست؟ اینجا مربوط هست به قسمتی که مقاومت کل بدنه در راستای عرضی رو به ما میده. الان شما کجا اینو میفهمید؟ ناکنید الان اینجا یه وی ایکس داریم که اینجا وی ایکس اینجا تنها داره می‌نویسه، نه در واقع حرکت اصلی رو در راستای وای داره در نظر می‌گیره و برایند ترکیبی حرکت در واقع سرعت دبلیو و سرعت وی هست که اینجا اینا رو به صورت توان دو می‌نویسه. بعدم یه رادیکال اینجا می‌گیره، یعنی اینجا دیمانسیون متر بر ثانیه به دست میاد، اینجا هم یه متر بر ثانیه در واقع متر بر ثانیه به توان دو به دست خواهد اومد. هر جا که گفتم شما متر بر ثانیه به توان دو بود، میتونید که بگید که این نیروی مقاومت هست یا نیروی لیفت هستش که حالا در اینجا داره مبحث مقاومت کل بدنه رو داره میگه در راستای وای. اما این جمله‌ای که باز در اینجا وجود داره مربوط به برجک زیردریایی هستش که اینجا تو شکل براتون نشون دادم. شما نماد بالا رو نگاه بکنید، در مثلا حرکات مختلف یا اگر در زاویه حرکت متفاوت باشه یا جهت برخورد سیال متفاوت باشه، برجک زیردریایی یه نیروی لیفت ایجاد می‌کنه. کل شکل برجک می‌دونید که برجک زیردریایی خودش به شکل فویل هست اصلا، خب همون فویل یه نیروی لیفتی به سمت چپ یا به سمت راست ایجاد می‌کنه. مثلا در حرکات اسنپ رول دائما یه نیروی لیفت به سمت چپ و به صورت متناوب به سمت راست همینطور برعکس ایجاد می‌کنه. حالا در کل اون فویل برجک ما داره یه نیروی لیفت ایجاد می‌کنه، اون نیروی لیفت در راستای عرضی خواهد و چون این فویلش به صورت عمودی قرار گرفته، لیفتش به صورت چپ و راست خواهد یا چپ یا راست در راستای عرضی خواهد.
اینجا یک ضریب لیفت مربوط به فویل برجک تعریف میکنه، این هم خصوصیت دیگه‌ای که مربوط به برجک هست و مجموع این عبارتی که ما اینجا داریم نیروی لیفت برجک رو به ما خواهد داد، که باز هم این در راستای چی خواهد بود؟ در راستای عرضی خواهد بود. این یکی هم که باز دوباره در واقع اگه ما اختلاف وزن بایانسی داشته باشیم تصویر میکنه برایندش رو با این کوسینوس تتا ضرب سینوس تتا در راستای عرضی، یعنی یک اختلاف وزن بایانسی داشته باشیم یه تصویر هم در راستای عرضی میندازه که این تصویرش در واقع اینجا به این صورت بیان شده. باز اگر که ما در راستای حرکت زد در نظر بگیریم، در واقع در راستای عمودی، باز دوباره همون داستان برقراره. شما اینجا ام در واقع ضرب در آ شتاب رو میبینید، این هم جملات بعدی هستش، این جملات مربوط به اینرسی هستش، اینجا جملات مربوط به میرایی یا مقاومت هستش که در اینجا بیان میشه، این در واقع مقاومت مربوط به در واقع کل بدنه هستش که اینجا شما ملاحظه میکنید، که البته اینجا شما میبینید که ما اینجا سرعت به توان دو رو داریم، یو ضرب در دبلیو متر بر ثانیه متر بر ثانیه بر مجموع متر بر ثانیه به توان دو، پس بنابراین ضریبی که ما در اینجا داریم از جنس ضریب در واقع میرایی یا ضریب مقاومت خواهد. قسمت بعدی که داریم باز دوباره اینجا اثرات سطوح کنترلی سینه، پاشنه و سکان رو ما داریم که در راستای عمودی چه برآیندی ایجاد میکنه، که خب مشخصه که شما وقتی که عرض به خدمت شما که نیروی تحریک بالکا رو در نظر بگیرید، وقتی بالکای سینه و پاشنه نیروی مثل زاویه حمله میگیرن، نیروی لیفتی که ایجاد میکنه در راستای عمودی خواهد بود، پس بنابراین ما اینجا در واقع استرن و بور رو داریم، اینجا سکان رو نمیبینیم. چرا؟ چون موقعی که سکان به سمت چپ و راست میده، نیروی لیفتش در واقع به سمت چپ و راست خواهد بود، نه به سمت بالا و پایین. پس بنابراین در راستای حرکت عمودی که اینجا ما الان نورمال فورس رو داریم بررسی میکنیم در راستای حرکت زد هست، اینجا سکان رو شما نمیبینید. عامل دیگه ای که در واقع اینجا وجود داره این هستش که در واقع مجموع اون نیروی مقاومت کل بدنه، وقتی که فرض کنیم که زیردری به صورت عمودی مثلا به سمت آب داره صعود میکنه یا به سمت عمودی داره به سمت پایین حرکت میکنه، در اینجا روی طول بدنه ای که ما داریم، باز دوباره شما اینجا ضریب مقاومت رو به این صورت دارید که سی دی به این صورت تعریف میشه، و باز دوباره عوامل اینجا سرعت، اینم سرعت به توان دو رو اینجا شما دارید میبینید. عامل دیگه ای هم که باز اینجا ایجاد میکنه خود نیروی رو به بالایی هستش که برجک ایجاد میکنه. گفتیم خود برجک موقعی لیفت ایجاد میکنه لیفتش به سمت بالا نیست، به سمت چپ یا راسته، اما در اینجا اون ورتکسی که توسط خود فویل برجک ایجاد میشه یک کاهش فشاری رو در پشت فویل ایجاد میکنه، که قبلا در درس اوایل همین درس دیدیم که پیشرفته براتون صحبت کردیم، خود اون برجک توسط حالا اون ورتکسی که پشت برجک ایجاد میشه یه اختلاف فشار ایجاد میکنه بین قسمت فوقانی و تحتانی بدنه، و بنابراین برایند اینها یه نیروی لیفت رو به بالا خواهد شد، که اینجا داره مثلا انتگرال میگیره روی فویل برجک، و از اون میخواد چیکار کنه؟ با این سی ال که اینجا نمایش داده میخواد نیروی لیفت ایجاد شده ناشی از ورتکس برجک رو ایجاد بکنه و مدل سازی بکنه، و در انتها اینجا در واقع تفاضل نیروی وزن و بایانسی رو در راستای عمودی میخواد بیان بکنه. و باز دوباره در راستای برای حرکت رول و پیچ و یا هم باز دوباره به همین شکل، فقط تفاوتش این هستش که شما اونجا ام ضرب در آ رو برابر با اف میذاشتید، اینجا آی ضرب در آلفا. حالا آی ضرب در آلفا چی هست؟ میکنه اینجا پی الان اولیش برای حرکت رول هست، معادله حرکت برای حرکت رول هستش، که در واقع اینجا اگر ما حرکت رول رو مستقل در نظر بگیریم بقیه جملات همش هست میشن، میشه آی ایکس ایکس یعنی مومان اینرسی حول محور ایکس ضرب در آلفا شتاب زاویه حول محور ایکس، اینجا با پی دات نشون داده شده. اگه سرعت زاویه حول ستاب محور رو گفتن پی کیو و آر بگیریم، پی دات میشه چی؟ شتاب زاویه ای، شتاب زاویه ای حرکت رول خواهد. بقیه اجزا هم که به همین شکل در اینجا چطور شده نوشته شده، حالا به صدا این رو که دیگه آشنا هست جلسه قبل صحبت کردیم. پس بنابراین آی ضرب در آلفا برابر است با ام، باید برابر با چی بشه؟ برابر با مومان باید بشه، که این برابر رو اینجا داریم، این پس من این قسمت میشه سمت چپ معادله ما، سمت راست معادله ما باز دوباره در اینجا میبینید که همون داستان قبلی هستش که اینجا بیان شده. شما در اینجا جملات در واقع اینرسی رو میبینید، در اینجا جملات مربوط به میرایی رو میبینید، در اینجا جملات مربوط به سطوح کنترلی رو مشاهده میکنید، که الان اینجا میبینید مثلا سطوح فقط سکان رو در اینجا نوشته، اثرات میکنه اینجا کای دلتا آر یعنی ضریب هیدرودینامیکی که داره ناشی از در واقع اثرات تغییر زاویه رادر رو روی کا چی هست؟ مومان تحریک
در واقع حرکت رول هستش با کار ام و ان نشون میدادن مامان ها حول محور ایکس وای و زد رو. حالا اینجا به صورت ذریبه هیدرودینامیک ممکن نشون میده، میگه که مثلا کای دلتا آر یعنی روند کا به روند دلتا آر ضرب در دلتا آر به ما چی میده؟ مقدار کار رو خواهد داد و ما میتونیم ازش مامان حرکت رول رو حساب بکنیم. و حالا اینجا چرا دیگه شما مثلا استرن و بورون سطور کنترل به سینه و پاشنه رو نمیدید؟ چون اونجا نیروهایی که بر ما ایجاد میکنن در راستای عمودی هست، ولی اگه ما که سکان تغییر زاویه میده اون نیروی عرضی که ایجاد میکنه در واقع یک نیروی رول دهنده هم چیکار میکنه؟ به زیر دریایی در واقع تحمیل میکنه. و این عاملی هم که اینجا داریم همون نیروی لیفت برجک هستش که گفتم شما نیروی لیفت برجک رو در نظر بگیرید، خود برجک که روی بدنه هست نیروی لیفتش به سمت چپ و راست که موقعی وجود داره چون از محور بدنه فاصله داره یا از مرکز صفر فاصله داره یک مومان عرضی هم به بدنه که همون مومان رول دهنده میشه ایجاد میکنه که این قسمت هم داره اون رو مدل سازی میکنه. اینجا مربوط به در واقع تفاضل وزن و بویانسی هست. این هم کیو پی که نوشته شده اینجا این هم گشتاور مربوط به پروانه هست که اینو قبلا در درس هیدرودینامیک که مقطع لیسانس براتون گفتیم که وقتی که پروانه یک زیر دری حرکت میکنه خود اون پروانه داره یک گشتاور رول دهنده ای رو به در واقع زیر دری تحمیل میکنه که مثلا برای زیر دری کوچکتر یا بوته برشونده کوچکتر مثلا مثل اجدرها که در واقع ابعاد کوچکتری دارن و با سرعت بالایی پروانه هاشون حرکت میکنه اون مامان رول دهنده باعث میشه که پروانه مثلا این اجدر این متت دور خودش بچرخه. برای اینکه این اتفاق نیفته میان چیکار میکنن اونجا مثلا فرض کن پروانه های گفتم عکس چرخنده استفاده میکنن که مامان های همدیگه رو خونسا بکنن. ولی در کل این مامان باید مامان ناشی از پروانه باید در این معادلات وجود داشته باشه که شما الان اینو در حرکت رول دارید میبینید. باز همین داستان رو شبیهش رو باز ما اینجا برای حرکت پیچ داریم، چیز دیگه با جدیدی نداره، همین حرفا رو با تکرار بکنید در اینجا و همینطور شما این معادلات رو برای حرکت یاو دارید میبینید که وجود داره. فقط حواستون باشه که هر معادله‌ای رو که دارید بررسی میکنید از نظر دیمانسیونی دقیقا بررسی بکنید ببینید که منطقی و درست به دست میاد یا خیر. این از کلیات 6 تا معادله که برای معادلات حرکت زیردری استفاده میشه. گفتم که چون زیردری مانور پیچیده‌ای در زیر آب مثل هواپیما در آسمون انجام میده معادلات مانورش یه مقداری جامع‌تر و کامل‌تر هست نسبت به معادلاتی که شما برای کشتی میبینید که جلسه قبل یه اشاره مختصری کردم میبینید که معادلاتش چقدر ساده میشه و فقط در صفحه افقی نوشته میشه. این از بحث این جلسه ما. اما در تکمیل بحث جلسه قبل که خدمت شما گفتم که یک مهندس خوب برای اینکه بتونه یک طرح صنعتی خودش رو به اصطلاح اجرایی بکنه باید بتونه طرح توجیه اقتصادی برای پروژه های مختلفی در ذهنش هست بنویسه. که حالا طرح توجیه اقتصادی رو گفتم خلاصش این میشه که شما درآمدتون در سال مثلا چقدر، هزینه های جاری این سالیان چقدر، تفاضل اینا میشه سود خالص. برای یه نمونه برای یک شناور به اصطلاح گفتیم که فرض بکنید که اگه ما یه شناور 50 نفره داشته باشیم هزینه ساخت 700 میلیون باشه، هزینه جاری سالیانش 500 میلیون باشه، اینجا محاسبه کردیم که درآمد ناخالصش در واقع برابر است با 1 میلیارد 540 میلیون تومان. اگه منهای هزینه های جاریش تقریبا بکنیم که اینم 500 میلیون هست، اینجا هم 1.5 میلیارد هست، در واقع تفاضل اینها میشه در واقع 1 میلیارد تومان. هزینه ساخت این شناور چقدر بوده؟ 700 میلیون تومان. یعنی در واقع این شناور هزینه ساخت خودش رو ظرف کمتر از 1 سال جبران میکنه که این البته خیلی دور از واقعیت نیست. این چیزی که من اینجا نوشتم ما متعدد حالا شناورهایی رو با پیمانکارهای مختلف کار کردیم که حالا یک پیمانکاری بودش که یک بنده خدایی بود اهل مشهد و چند تا شناور تفریحی در جزایر مثلا قشم و کیش و بعض از جاهای دیگه داشتش. ما وقتی طرح توجیه اقتصادی رو کمک ایشون میکردیم که ایشون بتونه بنویسه و تاریخ رو به بانک و اینا باید ارائه میداد، ما خیلی برامون جالب بود که شناور تفریحی که ایشون کار میکرد طرح توجیه اقتصادی رو 6 ماهه در نظر میگرفت، یعنی هزینه بلیط و اینا رو به گونه‌ای در نظر میگرفت که بازگشت سرمایه‌اش 6 ماهه اتفاق بیفته. و خب خیلی برای ما که حالا تو زندگی کارمندی هستیم خیلی برای ما جالب بود که در واقع میگفت همینطور هم باید باشه. چون کسی که مثلا میاد یک هتلی میسازه در واقع این هتل در ممکنه مثلا 50 سال براش کار بکنه، هر سال هم با توجه به قیمت زمین و ملک و مسکن و اینها افزایش قیمت هم داره، ولی کسی که شناور استفاده میکنه 20 سال فرصت کار بده، باید بتونه خیلی سریع بهره وری لازم رو
داشته باشه. حالا این از مزایای کار دریایی هستش که در واقع بازگشت سرمایه و سوددهیش خیلی بالا هست. اما یکی از سوالایی که ممکن دانشجو بکنه اینه که ما مثلا یه شناور مثلا 700 میلیونی بخوام، ما که الان مثلا فرض کنیم هزینه بخوام ما پول تو جیب خودمون هم به زور داریم، خب بالاخره باید یه جاهایی رو باید همکاری کرد و افراد با هم دیگه مشارکت بکنن. اگه سرمایه چیزی از پدر مادر جای کسی دارن، بالاخره اگه جا باید شروع کرد. ولی مشکل اصلی هم که قبلا خدمت شما گفتم تامین در واقع پول نیست، نیازی که شما پول نقد داشته باشید. روش های مختلفی برای تامین سرمایه داره که اگر این مقدار سرچ بکنید باش آشنا خواهید شد. اما در این زمینه اگه من میخوام خدمت شما بگم، اگه هزینه ساخت این پروژه مثلا 700 میلیون تومان باشه، وام بانکی رو معمولا گفتم که 80% مبلغ رو برای پروژه‌ای که اینجا در توجیه اقتصادیش رو کامل نوشته شده باشه، بانک اینو بررسی می‌کنه ببینه واقعا در سودده هست و افراد میتونن وام رو باز پرداخت بکنن، تصفیه میکنن 80% مبلغ پروژه رو معمولا وام میدن که میشه 560 میلیون تومان. آورده سرمایه‌گذار برای انجام تامین این 700 میلیون 140 میلیون هست. 140 میلیون آورده سرمایه‌گذار، 560 میلیون وام بانکی، معمولا میشه 700 میلیون. اگر که به صلاح 7 نفر مثلا شما شریک باشید از دوستان آشنایان و افرادی که هستید در کنار هم دیگه بخواید کار اقتصادی رو انجام بدید، تا هر کافی نفری 20 میلیون تومان بیارید. شما ناکنید با نفری 20 میلیون تومان شما 700 میلیون تومان سرمایه میکنید، درآمد خالص شما سال 1 میلیارد تومان، اینجا حساب کرد سال 1 میلیارد تومان درآمد خالص شما خواهد. این پولی نیستش که از طریق دزدی و در واقع اختلاس و اینا به دست اومده، از فکر و از جرأت افراد به دست اومده. خوشبختانه ایران هم کشوری هستش که از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری درش کم نیستش. واقعا راه ثروت اندوزی رو اگر ما کشورهای جهان سوم یاد بگیریم، خیلی از اینا اختلاس‌ها و دزدی‌ها و فقر و مفاسدی که واقعا در کشور ما وجود داره جلوش گرفته میشه. گنج واقعی و ثروت واقعی در فکر افراد و همچنین در جرأت افراد. شاید خیلی از افرادی باشن که مثلا ثانیه یه طرح و یه چیز در خودشون به قول معروف ارائه بکنن، ولی افرادی موفق میشن که بتونن ایده هایی رو که در ذهنشون هست رو بررسی دقیق بکنن و بتونن این رو انقدر بهش اعتماد داشته باشن که این رو اجرایی بکنن. وگرنه همیشه حالا این مثلا زیاد در فضای مجازی شما دیده باشید که میگن که جسارت اجرایی کردن ایده‌هایت رو داشته باش، وگرنه همیشه جهان پر بوده است از ترسوهای خوشفکر. شما خیلی از افراد رو شاید ببینید کنارشون که میشینید هر دقیقه یه طرح و ایده میده، ولی هیچ کدوم از اینها رو نه هیچ موقع رفته دقیق بررسی کنه، نه طرح توجیه اقتصادی براش نوشته و نه اصلا هیچ موقع جرأت این رو داره که این کارهایی رو مثلا به سمتش بره و اجرایش بکنه. امیدوارم شما از جمله مهندسینی باشید که هم برای خودتون بتونید ایجاد اشتغال بکنید، هم برای کشورتون. نقص ما کشورهای جهان سومی دقیقاً همین هست. شما در ایران نگاه کنید، ما به اصطلاح سومین چهارمین کشور تولید کننده مهندس در دنیاییم ولی بالاترین آمار بیکاری رو داریم. چرا؟ چون اینقدر مهندسین تربیت کردیم که اینها عرضه ایجاد کسب و کار ندارن. اگر شما جز اون 4-5% مهندسینی باشید که اشتغال آفرین هستن، قطعا خدمت بزرگی به کشورتون کردید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.